تو یکی از کارهایی که من میخوام اینجا به شما یاد بدم یه لینکی هست به نام Read More. اگر توی فارسی بریم به شما نشون خواهم داد که اون لینک اسمش چیه. ببینید این یه وبسایتی هستش که جدیداً من میخوام روش کار بکنم و یه وبسایت جدید بسازم. اگر نگاه بکنید وقتی وبسایت اسکیل میشه به صورت موبایل در میاد و اینا. خب خیلی وبسایت قشنگیه. واقعا وبسایت قشنگیه و این پیکچر رو حتی من میخوام اسکرولش بکنم. حالا دارم روش کار میکنم. ولی نگاه بکنید به عنوان ماکاپ Read More یه لینکی هستش که اینجوریه. میبینید وقتی روش کلیک میکنیم میبره ما رو به یه صفحه‌ای که مطالب بیشتری در رابطه باش نوشته. خب یه همچین لینکی رو ما میخوام توی جمله درست بکنیم. چجوری درست بکنیم؟ اگر بریم ما روی جدیدترین مطالب اضافه شده توی فارسی Read More رو الان به شما میگم چجوری اضافه بکنید، ولی اینجا من میرم یه صفحه‌ای رو میسازم به اسم اول بذارید بریم داخل پوشه، برید پوشه شماره 14 و این سولار بلاگ رو باز بکنید. این سولار بلاگ رو باز بکنید. بذارید من این فانی کاراکترها رو بردارم و این رو من کپی کنم بیام روی این تایتل پیستش بکنم و بعد برم دوباره اینا رو همه رو من اینجا کپی کنم. خب این یه قسمت رو کپی کنم بیام اینجا پیستش بکنم. دو تا پاراگراف هست، یکیش که همینجا به عنوان پاراگراف تموم میشه، یه خط بیشتر نیست، یه پاراگراف دیگه داریم که دو خطه. این پاراگراف رو من میخوام چیکار بکنم؟ یه تصویر بهش اضافه کنم. ولی قبل از این کاری که میخوام بکنم اینه که مشتری تا اینجا که میخونه، نه درست بعد از این، قبل از این که این پاراگراف شروع بشه یه read more بذاریم، یه دونه دوگمه read more توی جمله بسازیم. برای این کار فقط روی این قبل از اینکه پاراگراف شروع بشه کلیک میکنید و این تگ read more رو، دوگمه read more رو میذارید. اینجا یه خط قرمز واسه شما میذاره که شما درگش نمیتونید بکنید، پاکش بکنید، ولی این تگ قرمز به شما داره راهنمایی میکنه که ایمیج پاراگراف شما از اینجا قطع میشه و این دوگمه read more میاد و شما بعد از اون مشتریتون میتونه نگاه بکنه به شما ببینه چه مطالبی دارید. حالا من درست بعد از این اینجا اینتر رو میزنم، من میخوام یه عکسی رو اضافه بکنم. میرم داخل ایمیجز و اینجا یه عکسی رو میخوام آپلود بکنم و چیکار بکنم بذارم. اول میرم داخل بلاگم و ببینیم یه عکسی داشتیم اینجا. بذارید اول کنسل کنم. خب بذارید اول روی این کلیک بکنید، دوباره روی ایمیج میزنیم. من میخوام ایمیجم رو توی بلاگم آپلودش بکنم. برای این کار روی این بلاگ، روی پوشه بلاگ کلیک کردم، میام پایین، فایلی رو که دارم میخوام چی رو انتخاب بکنم. بذارید تو پوشه 14 بریم. الان ما اومدیم به پوشه 13 و روی جمله میرم دنبال پوشه 14 میگردم و میخوام این عکس ها رو همه رو آپلود بکنم، ولی این عکس رو میخوام فعلا آپلود بکنم که خیلی خوشگله. این رو آپلود بکنیم و روی ایمیج یو آر ال چیزی نمی نویسیم. من لفت و رایت نمی زنم به خاطر اینکه نمیخوام چپ قرار بگیره، نمیخوام راست قرار بگیره، ولی ایمیج دیسکریپشن رو میزنم. چی میزنم؟ بلاگ سولار هاوس مثلا. این رو هم کپی میکنم، میام اینجا داخل این پیست میکنم و بعد از این چیکار میکنم؟ استارت آپلود رو میزنم و انتخابش میکنم، پیست میکنیم اینا رو. کاری که من کردم رو انجام ندید، شما اول باید برید توی مدیریت رسانه ها و اونجا چیکار بکنید، اونجا اینا رو آپلود بکنید. و خب این رو کلیک کردیم و همه اینا رو قرار دادیم و بعد اینسرت رو میزنیم و تمام ایمیج اینجا قرار میگیره و من اینجا سیو و کنتینیو رو، سیو و کلوز رو میزنم. میرم واسه یه بقیه صفحه هم همچین چیزایی درست میکنم. شما رو تو ویدیو بعدی میبینم.